یاد همسر شهیدش، همچنین یاد همسر شهیدش به خیر، علی طارمی، برجسته ترین زندانی سیاسی مقاوم در ایران که در مجموع 24 سال را در زندان سپری کرد. بر همه شهیدان و اسیران خلق و بر مادران و خانواده های شجاعانها درود درود درود. هموطنان عزیز، هموطنان عزیز، هموطنان عزیز، 30 سالگرد مقاومت، بزرگترین مقاومت مستمر سازمان یافته تاریخ ایران، بر شما گرامی و مبارک باد. به راستی که برای ایرانیان جای افتخار و شرف و پیروزی. همچنان که مسعود از قبل گفته بود، ثابت شد که اسبی کبوتر نمی‌زاید و این رژیم اصلاح پذیر نیست. ثابت شد مفهوم میانه روی در ولایت فقیه موهوم است. ثابت شد هیچ آلترناتیوی در درون رژیم ملاها یافت نمی شود. ثابت شد که این رژیم هیچ مشروعیت اجتماعی و تاریخی و سیاسی ندارد. از بنیاد با حاکمیت و رأی مردم بیگانه است. ثابت شد که دجال است و ضد بشر. جز با شکنجه و اعدام و حلق‌آویز، جز با جنگ و صدور بحران و تروریسم بر سر کار نیست. ثابت شد که آویختن رژیم به ریسمان‌های قطور مشوق و مماشات، بر کسب و بمباران و پرونده سازی آن هم علیه جدی‌ترین مخالفانش، اهرمی در برابر موج تغییر و سرنگونی. بله، کف‌های روی آب به کنار رفت و این تاریخ ایران، جامعه و مقاومت است که میگوید نه به مماشات، نه به تسلیم، نه به قانون اساسی ولایت فقیه و نه به تمامیت فاشیسم ولایت فقیه. و در مقابل این مقاومت است که میگوید آری، آری به آزادی، آری به دموکراسی و برابری و آری به جدایی دین و دولت. حالا حالا به این رژیم درهم شکسته بنگرید که در مسیر بی پایان حذف و انقباض دائما خودش را می خورد. همچنان که جانشین اصلی خمینی حذف شد، نخست وزیر 8 ساله خمینی در حبس خانگی، در پایان سال 89 ستون اصلی حکومت خمینی یعنی رفسنجانی از ریاست خبرگان ارتجاع حذف شد و حالا جنگ بیرحمانه قدرت بین خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در گرفته است. خامنه‌ای می‌خواهد گماشته ولایت فقیه را که دیگر حاضر نیست در این نفس مهدی بماند با ضربات پیاپی مهار کند. اما او در حقیقت به پای خودش یعنی به کل نظام شلیک می‌کند. این بازتاب نارضایتی و بحران در پایین است که بالای رژیم را به پیچ و تاب انداخته است. این پیش‌لرزه سرنگونی رژیم آخوندی است. به آنها میگوییم بیشتر بلرزید و بیشتر بترسید، زیرا خلقی بی‌تاب برانداختن شماست. به آن جوانان دلیر قیام‌آفرین